دوستان گرامی، بحث امشب ما درباره حقیقت است. من این موضوع رو به سه قسمت تقسیم کردم و امیدوارم که بتونم با این قسمت‌ها یک اطلاعاتی رو در اختیار شما دوستان عزیز قرار بدم. حقیقت در لغت به معنی راستی، درستی، اصل هر چیز، واقع امر، ذات، نفس الامر، ظهور ذات حق بی حجاب تعینات است و در مقابل مجاز هم آمده. در فلسفه و تصوف حقیقت رو انسان کامل، موجود اول، یعنی اول چیزی که خلقت یافته یا ذات واجب دانستند. رجوع کنید به فرهنگ معین به عنوان مثال. در شرح اصطلاحات تصوف حقیقت به چیزی اطلاق شده که به طور قطع و یقین ثابته، علم و یقین هست. بعضی از صوفیان حقیقت رو ماهیت می دونن، یعنی اون چیزی می شمرند که اصل اون شی به اون چیز وابسته است و از این معنی گفتند که کل شیء هو الحق. بعضی از صوفیان میان حقیقت و ماهیت فرق می گذارند و حقیقت رو ظهور ذات حق می دونن بی حجاب تعینات و محو کسرات موهومه در نور ذات. و باز هم در اصطلاح صوفیان حق ذات است و حقیقت صفت است. گاهی هم از حقیقت به عنوان عالم جبروت یاد کردن و عالم ملکوت رو از بالای عرش تا زمین محسوب کردن. جبروت یعنی اون عالمی که مافوق عالم ملکوت هست به اون معتقد هستند. روزبهان بغلی در شرح شرطیات صفحه 479 نوشته که حقیقت وجود حق هست و او ظاهر و باطن است، غایب نیست از علم او و قدرت او. نصفی در انسان کامل می نویسه بدان که ماهیات حقایق موجوداتند، هر موجودی که بالفعل موجود است آن موجود حقیقتی دارد که اگر آن حقیقت نبودی آن موجود بالفعل نبودی. آن حقیقت را ماهیت گویند و بعضی گفتند که وجود خدای تعالی غیر حقیقت اوست، از جهت آنکه وجود خدای تعالی معلوم بشر است و حقیقت خدای تعالی معلوم بشر نیست، پس حقیقت او غیر وجود او باشد. یعنی فرقی گذاشتن بین وجود خداوند و حقیقت خداوند که حقیقت خداوند برای بشر ناشناس است. باز هم نصفی از همون کتاب صفحه 424 می فرماید این بیانیست بسیار شیوا و روشن: ای درویش، هر که در خواب چیزها می بیند، اگرچه آن چیزها که می بیند خیال است، اما خیال را بر حقیقتی دلالت است. از آن خیال عبور می باید کرد تا به حقیقت رسند و از آن حقیقت با خبر شوند. معبر مردم را از آن خیال که در خواب دیده اند می گذراند و به حقیقت آن خیال می رسانند. همچنین این عالم جمله خیال و نمایش است، اما این خیال و نمایش را بر حقیقتی دلالت است و آن حقیقت وجود خدای تعالی است. پس از این خیال و نمایش عبور باید کرد تا از آن حقیقت با خبر شوند و دانایان معبرانند. از آن جهت مردم را از این خیال و نمایش می گذرانند و از حقیقت که وجود خدای است خبر می دهند و این خیال و نمایش را از آن جهت آرم گفتند
که علامت است بر وجود خدای عز و جل. بابا طاهر گفته و رجوع کنید در این باره به فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی از دکتر سید جعفر سجادی. بله، فرموده اول مرتبت حقیقت شهود است که محو الموهوم و سهو المعلوم باشد، و در ادامه میگوید همونطور که کلمات الله غیر متناهی است، مراتب حقایق هم غیر متناهی است. مولانای بزرگ حق را آشکار می‌داند، اما دیدگان انسان از مشاهده تجلیات اون به واسطه اوهام محروم هستند. چند بیت شعر از مثنوی رو براتون می‌خونم که می‌فرماید حق پدید است از میان دیگران، همچون ماه اندر میان اختران. دو سر انگشت بر دو چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده. گر نبینی این جهان معدوم نیست، عیب جز زنگشت نفس شوم نیست. تو ز چشم انگشت را بردار هین، وانگهانی هرچه میخواهی ببین. بایزید واله و عاشق میفرماید هر که در حق محو شد، به حقیقت هرچه هست رسید. رجوع فرمایید به تذکرت الاولیا جلد اول صفحه 171. در اسرارنامه صفحه 54 شعری است که چند بیت اون رو براتون میخونم. فرموده حقیقت چیست؟ پیش اندیش بودن، ز خود بگذشتن و باخیش بودن. اگر جانت برون آید ز صورت، ببینی هرچه میدانی ضرورت. حجاب تو نیاید هر دو عالم، ببینی هر دو عالم را به یک دم. زنون مصری هم یک بیان بسیار لطیفی داره که میگه حقیقت معرفت اطلاع حق است بر اسرار آنچه لطایف انوار معرفت بدان پیوندد، یعنی هم به نور آفتاب آفتاب توان دیدن. رجوع کنید به صادق گوهرین، البته فرهنگ اصطلاحاتش. میرسیم به قسمت دوم این تقسیم بندی که مربوط میشه به واژه حقیقت. این واژه حقیقت که به لاتین وروس گفته میشه و واژه‌های ورا، ورهایت و وریتی از اون گرفته شده، موضوع اصلی و مرکزی فلاسفه بوده، چنانچه ارسطو در متافیزیک گفته، ترجمه از این، اینکه بگوییم که موجود نیست و غیر موجود هست اشتباه است، اما اگر بگوییم که موجود هست و غیر موجود نیست حقیقت گفته ایم. دوستان عزیز، اگر دقت کنیم متوجه میشیم که هستی و حقیقت رو ارسطو یکی میدونه، چنانچه نصفی هم هر چیزی رو به جهت بودنش، به جهت هستیش حقیقت دونسته. پیش فلاسفه غرب در واژه‌نامه فلسفه حقیقت این واژه به چند گونه تعریف شده. به معنی عام اون صفتی است برای گفتار انسان، موجود به صورت عینی اون، یعنی اون چه از هستیش ظاهر می‌سازه. ارسطو اون رو صفت رفتاری انسان می‌دونه که توسط اون استنباط میشه که موجود چه هست و در چه ارتباط یا نسبت‌هایی با دیگر موجودات هست. پیش فلسفه شولاستیک حقیقت صفت موجود یا کائن است و اصولاً موقعیت یا امکان پیدایی روح انسان، امکان اون چه که از تعقل یا شناسایی انسان حاصل میشه. در مفهوم متعالی فلسفه حقیقت صفت حقیقی است که به صورت عام خودش رو نشون میده، یعنی هر چه هست
حقیقی است که در اینجا هستی رو همطور که در بالا هم دیدیم با حقیقت یکسان محسوب می کنند. در تعلیم جدید فلسفه حقیقت رو تطبیق با سه چیز می دونن. اول تطابق حقیقت با هر واقعیت یا هر رویداد یا هر پدیده. دوم تطابق حقیقت با ایده، قصد، معنی، تفکر. و سوم تطابق اون با درک و شناخت درونی انسان. بعد از این تعریف حقیقت میرسیم به قسمت سوم این صحبت که مفهوم حقیقت اون از دیدگاه دیانت باهایی باشه. بله، به مفهوم حقیقت یعنی اون چه که از آثار حضرت عبدالبها استنباط میکنیم میپردازم. واژه حقیقت در آثار حضرت عبدالبها به مفاهیم مختلف به کار برده شده. یک تقسیم بندی به لحاظ معانی و استعمال این واژه کردم که البته ناقص هست و شما دوستان گرامی میتونید اون رو تکمیل کنید. تقریبا تمام نقل قول ها از مفاوضات مجید است. حالا من این تقسیم بندی رو میشمارم. اول یکی بودن حقیقت، یعنی اینکه حقیقت تعدد نداره. حضرت عبدالبها در مفاوضات در چند جا فرمودند که حقیقت یکیست و تعدد ندارد. این موضوع رو میتونیم کمی باز کنیم. در واژه حقیقت همطور که میدونید کلمه حق متوی هست که اون رو به خداوند هم اطلاق میکنیم، یعنی یکی از نامهای خداوند حق هست. فرهنگ اصطلاحات عرفانی هم حق رو ذات الله نوشته. تعدد حق یا حقیقت به مفهوم تعدد اساس، ریشه و عامل هستی است. هرگاه حقیقت رو به خداوند اطلاق کنیم ناچار باید بپذیریم که عامل هستی یکیست و حقیقت هم یکیست. چنانچه حضرت عبدالبها در مفاوضات صفحه 86 می‌فرمایند. نقل قول هست، می‌خونم: حقیقت الوهیت که منزه و مقدس از ادراک کائنات است و ابداً به تصور اهل عقول و ادراک نیاید و مبرا از جمیع تصورات، آن حقیقت ربانی تقسیم قبول ننماید، زیرا تقسیم و تعدد از خصایص خلق است که ممکن الوجود است، نه از عوارض طارع بر واجب الوجود. حقیقت الهیه مقدس از توحید است تا چه رسد به تعدد. در اینجا باید به تفاوت میان دو مفهوم حقیقت و واقعیت اشاره کرد، چنانچه دکتر خضرایی هم در مقاله هستی شناسی از دیدگاه حضرت عبدالبها این موضوع رو متذکر شدند که حقیقت و واقعیت تفاوتی با یکدیگر دارند، به این معنی که حقیقت در واقعیت شی ظاهر میشه. جلوه حقیقت در واقعیت هر موجود هست. به عبارت دیگه پدیده های واقعی محل ظهور حقیقت هستند و چون هستی و موجودیت و رابطه موجودات نسبی است، حقیقت رو ما نسبی میبینیم. حضرت عبدالبها در مفاوضات صفحه 60 اونجا که درباره وحدت پیامبران سخن میفرمایند به این موضوع اشاره بسیار ظریفی دارند. میفرمایند، نقل قول هست، میخونم: ادوار روحانیه شمس حقیقت مانند ادوار عالم شمس دائما در دور و تجدید است. مثل شمس حقیقت مثل آفتاب است. شمس خارج یعنی خورشید، شمس خارج را مشارق و مطالع متعدد است. روزی از برج سرطان طلوع نماید و وقتی از برج میزان، زمانی از برج دلو اشراق کند و گهی از برج حمل پرتو افشاند. اما شمس، شمس واحد است و حقیقت واحده. مثلا یک وقتی
شمس حقیقت از برج ابراهیمی پرتوی انداخت، بعد در برج موسوی شفقی زد و افقی روشن نمود، بعد از برج مسیحی در نهایت قوت و حرارت و اشراق طلوع کرد. آنان که طالب حقیقت بودند، آن حقیقت را در هر جا دیدند ساجد شدند. دوم موضوع بر سر این هست که حضرت عبدالبها در سفرهاشون به اروپا و آمریکا از تعالیم حضرت بهاءالله سخن بسیار گفتند. یکی از تعالیم حضرت بهاءالله تحری حقیقت هست. این حقیقت در اینجا در مقابل نادانی و جهل قرار میگیره، چنانچه در مفاوضات صفحه 56 میفرمایند: خوشا به حال نفوس منصفه که تحری حقیقت نمایند، اما اگر انصاف نباشد محاجه کنند و مجادله نمایند و انکار امر واضح کنند. در حاشیه میخوام یادآور بشم که جستجوی حقیقت فایدهش ایجاد اتحاده، چنانچه حضرت عبدالبها میفرمایند: ثانی تعلیم بهاءالله تحری حقیقت است که اگر ملل و ادیان تحری حقیقت نمایند متحد شوند. از صفحه 5 از خطابات جلد دوم. نکته سوم، حقیقت به مفهوم وجود و هستی هر چیزی هست. در این باره به عنوان مثال در مفاوضات صفحه 174 نوشته شده: لذا هر حقیقت موجوده قابل ترقی است. و حقیقت در این معنا در مفاوضات بسیار اومده. چهارم، وجود حقیقت در چیزهای محسوسه و معقوله. حضرت عبدالبها می‌فرمایند که حقیقت در دو چیز جلوه می‌کند، حقیقت معقوله و حقیقت محسوسه. در مفاوضات صفحه 64 می‌فرمایند، نقل قول هست، می‌خونم: اما قسم دیگر از معلومات انسانی معقولات است، یعنی حقایق معقوله است که صورت خارجیه ندارد و مکان ندارد و غیر محسوس است. مثلا قوه عقل محسوس نیست و صفات انسانیه به تمامها محسوس نیست، بلکه حقایق معقوله است، حقایق معقوله. و همچنین حب نیست حقیقت معقوله است، محسوس نیست، زیرا این حقایق را گوش نشنود، چشم نبیند، شامه استشمام نکند، ذائقه نچشد، لامسه ادراک ننماید. و در ادامه می‌فرمایند: و همچنین نفس طبیعت نیست حقیقت معقوله است، نه محسوسه. و همچنین روح انسانی حقیقت معقوله است، نه محسوسه. و چون خواهی که این حقایق معقوله را بیان نمایی، مجبور بر آنی که در قالب محسوس افراغ نمایی. میرسیم به نکته پنجم، کلام الهی حقیقت روحانیه انسان است. حضرت عبدالبها دو طبیعت جسمانی و روحانی برای انسان قائلند که طبیعت روحانی انسان از حقیقت کلام الهی است، چنانچه می فرمایند، مفاوضات صفحه 89: بدان که در انسان دو طبیعت است، طبیعت جسمانیه و طبیعت روحانیه. طبیعت جسمانی موروث از آدم است و طبیعت روحانی موروث از حقیقت کلمت الله. نکته ششم، حقیقت هر چیزی روح آن چیزه. شما دوستان عزیز به تقسیم بندی حضرت عبدالبها در مورد مراتب کائنات البته واقف هستید، منظورم جماد، نبات، حیوان، انسان و روح است، و می دانید که ایشون در این تقسیم بندی روح هر رده ای رو بیان فرمودند. در مفاوضات در صفحه 223 حقیقت نباتیه رو قوه نامیه گفتند که همون رو روح نباتی در لوح فورل خواندند. دکتر خضرایی در مقاله‌ای که درباره محبت
از دیدگاه حضرت عبدالبها نگاشتند، می نویسند که حقیقت اشیا روح اشیاست و خدا حقیقت الحقایق است و روح الارواح. بعد می رسیم به نکته هفتم. گاهی هم حقیقت رو در مقابل چیزی آوردن که پایه و اساس و موجودیتی نداره. از جمله در صفحه 189-190 می فرماین: ملاحظه نمایید که قوه متفکره انسان را دو نوع تصور است. یک نوع تصور صحیح است، چون منظم به تسمم گردد آن تصور در خارج یعنی به لحاظ عینی تحقق یابد، مانند تدابیر صائبه و آرای صدیده و اکتشافات فنیه و اختراع صنایع جدیده. و نوع دیگر از تصورات آن افکار فاسده و خیالات بیهوده است که ابدا نتیجه و ثمری از آن حاصل نشود و حقیقت ندارد، بلکه مانند امواج بحر اوهام موج میزند و چون خوابهای بیهوده میگذرد. هشتم، تشبیه حقیقت به نور. بسیار میخونیم که حضرت عبدالبها حقیقت رو به نور تشبیه فرمودند، به طوری که در نظر انسان حقیقت علاوه بر وجود یا هستی هر شی به صورت یک اشراق که در همه موجودات جلوه میکنه، حقیقت به ظهور تابنده در هر شیی به نظر میرسه که از خواص ذاتی هر شی استنباط میشه. تشبیهات یا اصطلاحاتی از قبیل نور حقیقت، انوار حقیقت، آفتاب حقیقت، شمس حقیقت در آثار حضرت عبدالبها و به خصوص در مفاوضات کم نیست. به عنوان مثال میفرمایند، نقل قول هست میخونم: و مسئله حقیقت الوهیت مثل آفتاب است که در علو تقدیس خود اشراق بر جمیع آفاق نماید. آفاق و انفس هر یک بهره از آن اشراق برده، و اگر این اشراق و انوار نبود کائنات وجودی نداشت، ولی جمیع کائنات حکایتی کنند و پرتوی گیرند و بهره برند. اما تجلی کمالات و فیوزات و صفات اولویت از حقیقت انسان کامل، یعنی آن فرد فرید مظهر کلی الهی، ساطع و لامع است، چه که کائنات سایره پرتوی اقتباس نمودند، اما مظهر کلی آینه آن آفتاب است و به جمیع کمالات و صفات و آیات و آثار آفتاب در او ظاهر و آشکار است. بله، میرسیم به نکته نهم. مفهوم دیگری که حضرت عبدالبها برای حقیقت قائل شدند، حقیقت الهی است که اون رو وجود حقیقی می نامند، نه ذهنی، و بشر قدرت درک اون رو نداره. حضرت عبدالبها این حقیقت رو وحدت محض بیان کردن، چنانچه در همون کتاب در صفحه 129 می فرمان: حقیقت الوهیت وحدت محض است و مقدس و منزه از ادراک، از ادراک کائنات. نکته دهم، مفهوم دیگری که درباره حقیقت از خطابات حضرت عبدالبها آیدمون میشه، حقیقت دینی است. این حقیقتی است که قابل تجدید هست و احیا میشه. چنانچه میدونید حضرت عبدالبها دو جنبه در ادیان تشخیص میدن. جنبه معنوی ادیان رو ثابت میدونن، جنبه دیگری رو که معاملات و فرع دین مینامند جنبه میشمارند که بر طبق اقتضای زمان متغیر هست. در این باره شما رو رجوع میدم به خطابات صفحه 312 که میفرمایند، نقل قول هست: هر دینی منغمس به دو قسم است. قسمتی به عالم اخلاق تعلق دارد و آن علویت عالم انسانی و ترقیات بشر و معرفت الله است و کشف حقایق اشیا.
این امر معنوی است و اصل اساس الهی، ابدا تغییر نمی کند. این اساس جمیع ادیان است. لحظا اساس ادیان الهی یکی است. قسم ثانی متعلق به معاملات دارد و آن فرع است. به اقتضای زمان تغییر می کند. اما در تجدید حقایق فرعیه در خطابه کوتاهی که در صفحه 319 درج شده می خونیم، جمیع اشیا تجدد یافت، قوانین عالم تجدد پیدا نمود. لحاظا اقتضا چنان بود که آیین الهی نیز تجدد یابد. حقیقت ادیان الهیه تجدید شود. یازدهم، در این نکته یک نظری هم به تعالیم ایشان در مورد حقیقت انسان می کنیم که لازم هست. در صفحه 140 از مجموعه خطابات جلد 2 فرمودند خدا در حقیقت انسان یک قوه عظیم ودیعه گذارده است که به این قوه عظیمه بر عالم طبیعت حکم کند. در صفحه 27 از جلد اول در همین موضوع میخونیم اما حقیقت انسانیه که جامع کمالات جمادی و نباتی و حیوانی است و فضلاً علی ذلک حائز کمالات انسانی است، اشرف کائنات است، لحظا محیط بر جمیع ممکنات است. من کم کم میرسم به انتهای صحبتم. در صفحه 91 همچنون میخونیم که حقیقت انسان به واسطه روح قدس فیض از حقیقت الوهیت یابد و بدون واسطه ممکن نیست. اما در انتهای این سخن چند تعریف جانانه درباره حقیقت از خطابات حضرت عبدالبها میارم که به واقع هر کدوم از اونها رو باید مطالعه دقیق کرد، اما من در اینجا فقط به نقل اونها میپردازم. از صفحه 212 خطابات جلد اول در اونجا میفرمایند حقیقت شریعت الله است، حقیقت هدایت الله است، حقیقت محبت الله است، حقیقت فیوضات الله است، حقیقت فضائل عالم انسانی است، حقیقت نفسات روح قدسی است. دوستان عزیز، این بود چیزی که من روش خیلی زیاد فکر میکردم، یعنی اون چیزی که بر هستی موجودات اضافه است، اون چیزی که فلاسفه روش زیاد فکر و صحبت کردند. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم.